اگه حمید خان نتونست بره سفر، ما هم نباید بریم. چرا نریم؟ اما قبل از اینکه بارو بندیلو به بندیلو را بیفتین، به این چند تا نکته کوچولو توجه کنین، به دردتون میخوره. ماشینتون رو حتما بدین سرویس. چرخاشو بدین بازدید کنن و ترمزاشو رگلاش کنن. به قول معروف کار از محکم کاری عیب نمیکنه. آخه باید توی یه همچی جاده هایی رانندگی کرد. یادتون باشه که پیچاشو خوب سفت کنن. میبینین جاده ها چه خبره؟ خدایا خودت همه رو حفظ کن. باد چرخاتون رو خوب میزون کنین، ولی سفارش کنین باد شب مونده نباشه. امتحان چراغا 100% ضروریه. حتی اگه مطمئن هستین و چراغاتون سالمه، بازم امتحانش کنین. میدونین از تو چند تا تونل باید رد بشین؟ اگه 40 جور چراغم داشته باشین، بازم کم برین. در حقیقت آدم باید ماشینشو چراغونی کنه و راه بیفته. تونل کندوان که هزار ماشالله از بس که تاریک نور افکن میخواد. تونل خوش گذشت. بدین دستی به سر گوش موتورتون بکشن، شم و پلاتینش هم نگاه کنن. جهنم، شما که هزار جور خرج میکنی، اینم روش. نزدیک بود یادم بره، امتحان برف با کنا قبل از سفر از نون شب واجب تره. از کجا میدونیم تو را برف و بارون نمیاد؟ اینجا رودبار زیتون. از طرف شهردار شهر ورود شما رو خوش آمد میگیم. رودبار بزرگترین مرکز تولید و تهیه زیتون در ایرانه. زندگی مردم این منطقه چنان با روغن زیتون آمیخته است که میشه گفت خوراکشون زیتونه و به قول معروف نونشون تو روغن. رودخونه پر آب و زیبای رودباره. رودخونه که متاسفانه هر سال تعدادی قربانی میگیره. یه وقت حواس آبتنی به سرتون نزنه ها، آبش خیلی پرزوره. فروشگاه های رودبارم غیر از روغن زیتون و صابون زیتون چیزی پیدا نمیشه. اینم کارخونش، ببینیم اوضاع از چه قراره. والا اوضاع بد نیست. مسافرها که رد میشن خیلی ها روغن زیتون میخره. از این سر که بریم تا اون وقت تا چش کار میکنه همش درخت زیتون داره. هر سال محصول خوب نبود، اما امسال ماشاءالله چش نخوره پر بدک نیست. البته روغن زیتون فرنگی هم زیاد به بازار اومده، ولی مال ما کجا و مال فرنگی ها کجا؟ درسته که مال اونا بیبوه، ولی بیخاصیت هم هست. رودبار آثار تاریخی نداره؟ اجازه بدین بنده عرض کنم. چرا، آثار تاریخی هم داره. باید برین هرزویل. و اینم تنها اثر تاریخی هرزویل، سرو کهنسالی که متجاوز از 2500 سال عمر داره و مثل یک کوه سرسبز پابرجاست. چند سال پیش مردم هرزویل پیشنهاد کردن برای محافظت از این سرو که فرهنگ و هنر اونو جزء آثار تاریخی به ثبت رسونده، کشیک شبانه روزی بذارن. اما چون کسی توجه نکرد، حالا خود مردم به نوبت از درخت مواظبت میکنن تا آدمای بیکار، به خصوص بچه‌هایی که در فصل تابستون سرگرمی و تفریحی ندارن، به اون صدمه نزنن. ماشاءالله به این قد و قامت. پدر جان سلام عرض میکنم. سلام علیکم. میشه خواهش کنم خودتون رو معرفی کنی؟ بله، محرم علی محرمی. اینجا کجاست پدر جان؟ اینجا هرزویله.
این محله اسمش چیه؟ این محله زیر سربه. این سربی که اینجا ما میبینیم به نظر شما چند سال اینجا؟ این سرب 2000 خورده عمره. شما خودتون چند ساله که اینجا سکونت دارید؟ تقریبا نزدیک 18 سال است. 18 سال است ما اینجا سکونت. کار کردی آقا؟ مگه نمیدونی دو ترکه قدغنه؟ ببخشید، دو ترکه نیست، سه ترکه است. بله، دو ترکه و سه ترکه، گویی هم چهار ترکه و پنج ترکه میرن به دیدار بندر پهلوی، جایی که روز و روزگاری کبکبه و دبدبه ای داشت و کسانی که موفق میشدن به بندر پهلوی برن و تنی به آب بزنن، وقتی برمیگشتن کلی فخر میفوختن که رفته بودیم کنار دریا. پهلوی حالا دیگه اون ابهت سابقو نداره. هر کس از هر تیپ و طبقه ای میتونه سری بهش بزنه. مسافرت ها اینقدر ساده شده که آدم میتونه صبح بره کنار دریا شنا کنه و شب برگرده خونش. چی گفتم؟ بندر پهلوی که قابلی نداره. میشه صبح رفت جنوب فرانسه و تو دریا شنا کرد و شب برگشت خونه. پهلوی تغییر چندانی نکرده. شما اگه حتی 10 سالم به بندر پهلوی نرفته باشین گم نمیشین. خیابونا همون خیابونای قدیمیه، کوچه ها همون کوچه ها و دریا همون دریاست. فقط اسفالت خیابوناست که خرابتر شده. از حق نگذریم، تعدادی چاله چوله جدید و نوساز هم برای رفاه مردم کنده شده. شوخی نمی کنن، چاله ها رو کندن که ماشینا نتونن با سرعت برن. بتونای بولوار ساحلی بندر پهلوی هم تق و لق شده. بتونم بود بتونای قدیم.